مادر ایمان علوی. به همه مادران جهان میگویم هر جا ستمی در جریان است فقط باید ایستاد و اعتراض کرد. خدا بزرگ است. ما از اولین جمعه در میدان تحریر متحصن هستیم. این میدان محاصره بود ولی این محاصره شکست شد. درخواست و خواهش میکنم از همه خواهرانم در علمبار که به این محل پاک بیایند و ایستادگی کنند. این دار و دسته اوباش مالکی سرلشکر ستاد ناصر القنام با چماق ما را زدند. من چماق را از دست این مردک گرفتم. این حقیر و پس با این جور مسلمانان را می زند. در ایران از 30 سال پیش زنان ایران به طور گسترده و اجتماعی برای تعیین سرنوشت سیاسی خود به میدان آمدند. طی این سالیان با دادن هزاران هزار شهید و زندانی بهای سنگینی برای آزادی خود دادند. قیام علیه دیکتاتوری و رویارویی آنها با چماقداران بسیجی و پاسدار در سال 88 نشان داد که آنها به حرکت خود تا رسیدن به خواسته هایشان مصمم است. در نوکه پیکان این حرکت زنان اشرف قرار دارند. زنانی با کوله ای از 30 سال تجربه در جنگ با نابرابری و دیکتاتوری. زنانی که در پی کسب حقوق خود و خلقشان در سخت‌ترین و پیچیده‌ترین صحنه‌های سیاسی و نظامی بار تعهد و مسئولیت را به دوش کشیدند و قیمت آن را با فداکاری و از جان گذشتگی داده و می‌دهند. زنان اشرف امروز به الگو و شاخصی برای تمامی زنان آزادی خواه، به طور خاص برای زن مسلمان تبدیل شدند. به راستی زنانی که از مراسخ در تعیین سرنوشت خود و میهن خود نمودند بهاران آزادی و شکوفایی اقتصادی را باز خواهند آورد.